سلام بفرمایید. سلام، خسته نباشید. متشکرم، حالتون خوبه؟ بفرمایید. من کوچیکم، خواستم یک لعنتی به روح امام بفرستم. لطف دارید. گندی به از این مملکت ما آورده، واقعا مردم ما دیگه بدبخت شدن. خدایا خودت کمکی به حال ما بکنی. لعنت خدا بر پیغمبر کثیف اسلام و جد آباد. شما از کجا تماس میگیرید دوست عزیز؟ من از کرمانشاه تماس میگیرم. شما میتونم بپرسم شغلتون چیه؟ چطور زندگیتون رو میچرخونین؟ من شغلم یه مغازه‌دار هستم، توی محله فقیر هستیم که واقعا مردم اینجا برای چطور بگم توان خریدی ندارن. متوجه هستی من اگر فردا برم 5 میلیون جنس خالی بکنم، یه 4 نفر آدمی نیست که مثلا یکی 20,000 تومن پول توی جیبشان باشه مثلا بیا خرید داشته باشن. همه زیر سقف، من خودم از اونا بدبخته که چه بشون. یه زندگی کثیف نکبتبار، واقعا همه به سطو آمدن، نه خوشی، نه استراحتی، نه تفریح، همه قم زده، مردم همه بیمار، روح روان، از این قبیل. واقعا خیلی مردم در نظیره، به خصوص ما که دیگه بیشتر تو مردم هستیم، میدانیم وضعیت مردم چجوریه. متشکرم از تماسون. سوالی ازتون داشتم، فکر میکنید شما که اونجا هستید با مردم تر تماسید مستقیم، مردم چی میگن؟ صحبت مردم، کسانی که توی مغازه‌تون میاد، کسی که میاد دست داره برای یه جنسی و ببینه مثلا پولشو نداره بگیره، صحبت چی میگن؟ اونجا مردم چی میگن به هم دیگه؟ بحثشون چیه؟ همه به سطو آمدن. یعنی شما مگر یکی از 100 نفر 3 نفر اونم از این لاشخوره دور اطراف خودشان، از این ریشداره کثیف بی پدر بی مادر باشه. و الان 97% مردم همه می نارن. متاسفانه کسی چیزی دستش نمی داد. آقا من باید جان آره من میگین کسی از چیزی از دستشون بر نمیاد، ولی همین حکومت رو خب خودتون هم دیدید دیگه، چقدر عقب نشوندن، چقدر توسر شدن، و همین فشاری که مردم روی جمهوری اسلامی آوردن باعث شد که اینطور به جون هم افتادن. خودیاشون دارن چطور توسر هم دیگه میزنن، سر هم دیگه رو هدف گرفتن، و به خاطر کاریه که شما کردید، شمایی که اونجایید و دارید مبارزه میکنید و هنوزم به نظر من جا هست. ادامه بدید جانم، بفرمایید. من یه چیز خدمت شما عرض بکنم، من خودم 2 بار اطلاعات از سر همین انقدر دیگه اعتراض کردم. مثلا 4 نفر مانند شما آشنا میاد، دوست میاد، چه میدونم تو مثلا یکی کاشفه، متوجه هستی؟ 2 بار توسط اونا خودم دستگیر کردم. مثلا بردن 1 هفته اونجا اذیت آزار آمدم، حتی الان مثلا درخواستی جوام دادم، اعتنایی بهم نکردن، متوجه هستی؟ از آن امیدوارم به درگاه خدا. من که خودم یکی بغیر از خدا اعتقادی به هیچی ندارم، نه به اسلام، نه به خامنه ای، نه به مسجد نشو، به هیچی. نبگم همه ها الحمدلله رب العالمین میدانن که این دین کثیف بود که مردم رو بیچاره کرد. متوجه هستی؟ بله. آره، مسجدم شده جای سوخته. تو محل ما یه مسجد از 3 طبقه ساختنش، اینه بگم واقعا لذت ببرا، یه مسجد 3 طبقه، حاجی آقا 1 طبقه داده به بچه های مسیجی، خودش طبقه بالا با 2 تا زن داره کیف میکنه. قربان خدا برم، خدایی که ای بس خاک تو سر اون پدر سوخته ای که این بنیاد کثیف اسلام تو اون مملکت نهاد. خیلی مرسی که تماس گرفتید. من حتما دوست دارم صحبت بکنم و از بینندگان. مرسی که تماس گرفتید، خیلی متشکرم. من کوچیکم. لطف دارید. درود بر حزب کارگری، درود بر کمونیست، درود خداوند بر شما که واقعا وقتی شما میگید قرآن اسلام چیه، من یکی لذت میبرم. من یکی لذت، همینطور که مردم هم یاد رو خط اینطوری مثلا حرف میزنند، به خصوص خانمای جدید، واقعا درود بر اون شهامتشان. اینا یه کارایی میکنن که به قول شما گفتنیم خون 4 نفر مانند ما اگر غیرت ایرانی تو رگمان هست به جوش بیاد و با اینا یک کلنجاری بریم. به امید خدا، خدا کمک ما بکنه که نابودشان بکنه. لطف دارید، خیلی متشکرم. زنده باشید. دوباره که شما هر شب این برنامه را داشته باشید که واقعا به قول معروف یه چراغ سبزی به ما نشان بدید.
لطف کردید تماس گرفتید، خیلی خیلی متشکرم. خدا حافظ شما. شما بخیر. دوباره منم داشته باشید یه موقعی کاری داشتید و هر حال البته من شبا خانه هستم همین موقع. دوباره لطفاً دوباره تماس بگیرید، اتاق فرمان شماره رو از شما میگیرن. لطف کردید تماس گرفتید، دوستان دیگه پشت خط منتظرن. شبتون بخیر. خدا مرسی، ممنون.